شما بیننده و شنونده پوشش ویژه ایران اینترنشنال از خیزش جهانی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی با من شرار عزیزی هستید. نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرها. تداوم و گسترش خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، دانشجویان و دانش آموزان همچنان در شهرهای مختلف علیه حکومت شعار می‌دهند. گفتگو درباره خیزش جهانی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی و کشته شدن مهسا امینی در نشست سازمان ملل. جاوید رحمان خواستار تحقیق جامع و مستقل درباره قتل مهسا امینی شد. نشست اضطراری استادان دانشگاه تهران برای بررسی خیزش جهانی ایرانیان. حداد عادل گفت جامعه دو قطبی شده، حکومتی و ضد حکومتی. ظریف هم گفت مردم را با خشونت نمیتوان حفظ کرد. و ادامه حمایت گسترده شخصیت ها و نهادهای جهانی با خیزش سراسری ایرانیان. نمایندگان پارلمان های اروپایی نیز با معترضان در ایران ابراز همدلی کردند. این پوشش ویژه خبری خیزش جهانی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، بخش ویژه خبری که این روزها ادامه خواهد داشت و ما اخبار حضور اعتراضی مردم در نقاط مختلف ایران و دیگر کشورها رو لحظه به لحظه پوشش میدیم. در سومین هفته از خیزش جهانی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی دیروز هم تجمعات اعتراضی از مدرسه ها و دانشگاه ها تا خیابان ها ادامه داشت. دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور با ترک کلاس ها و تجمع و تحصن به ضرب و شتم و بازداشت دانشجویان دانشگاه شریف و شرایط امنیتی و سیاسی حاکم بر کشور اعتراض کردند. دانشجویان معترض مشهد در دانشگاه های فردوسی و امام رضا، در دانشگاه های تهران، الزهرا بهشتی، تربیت مدرس و شماری دیگر از دانشگاه های تهران و در دانشگاه های تبریز، یزد، قم، دامغان، بیرجند، سنندج، بوشهر و رشت از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. زهرا باقری‌شاد، روزنامه‌نگار و پژوهشگر مسائل زنان از استکهلم همراه ما شدن. خانم باقری‌شاد، خوش اومدین به این گفتگو. تصاویری که ما می‌بینیم از ایران، دانش آموزان دختر با اون موهای مجعد و اون شعارهایی که میدن، حال و هوای جدیدی دادن به اعتراضات این دوره. می‌خواستم از شما بپرسم که واقعا اولا که خیلی کم سابقه بوده این حضور پررنگ، چقدر می‌تونه تأثیر بذاره حضور دانش آموزا در اعتراضات؟
سلام شهرار جان. ببینید، عموما سیستم ها نظام های آموزشی به خصوص در کشورهایی که با حکومت های خودکامه طرفن مثل ایران، ماکت کوچکی از نظام سلطه هستند، به این معنا که اصلا اون شیوه آموزش، اون محتوای کتاب های درسی شرایطی رو فراهم نمیکنه که دانش آموزان بتونن مهارت های اجتماعی رو برای حضور در جامعه و به چالش کشیدن مشکلات جامعه پیدا بکنن. البته در کشورهایی که سیستم آموزشیشون مترقی شده این وضعیت متفاوت شده، دانش آموزان یاد میگیرن که معضلات جامعه رو بشناسن، در برابرش واکنش نشون بدن. اما در ایران نظام آموزشی دقیقا یک ماکت کوچکی از نظام سلطه هست. پس این دانش آموزان چطور تونستن این حضور پررنگ رو در اعتراضات داشته باشن؟ به نظر من حضور پررنگشون داره نشون میده اتفاقا در مورد آموزش دانش آموزان یا در سیستم آموزش و پرورش هم جمهوری اسلامی با شکست مواجه شده و نتونسته به اصطلاح اون سربازان دهه 90 رو که سربازان فرمانده باشن تربیت بکنه. این دانش آموزان بسیار مترقی هستند، بسیار پیشرو هستند. نشون میده که اینا خیلی آگاهی و بلوغشون نسبت به مسائل اجتماعی بالاست. و دومین مسئله اینه که چقدر سریع میتونن واکنش نشون بدن در برابر این مشکلات. 10 روز پیش بود، پیش از اینکه این اعتراضات شروع شه، اگه یادتون باشه، دانش آموزان یه بیانیه منتشر کردن. از طرف بیانیه دانش آموزان دختر پیشرو دبیرستان ها، اصلا خود تیتر این بیانیه شگفت انگیز بود، به این معنا که خواسته بودن دانش آموزان دختر روسری هاشون رو در بیارن به نشانه اعتراض و پیوستن به اعتراضات، و از دانش آموزان پسر هم خواسته بودن اینها رو حمایت بکنن. به نظر میرسه که این آگاهی بسیار بالا رو احتمال بسیار زیاد این دانش آموزان از راه های آموزش آلترناتیو و جایگزین پیدا کردن و تونستن اون نظام سلطه آموزش و پرورش رو اول زیر سوال ببرن و بعد نظام سلطه جمهوری اسلامی رو. به هر حال اینا تعدادشون بسیار زیاد هست و به صورت خودجوش دارن به اعتراضات میپیوندن. هیچ کسی به نظر نمیرسه که اونها رو هدایت کرده باشه. بیانیه هایی رو که خودشون نوشتن، تنظیم کردن، همه اینها با اقتدار ایستادن مقابل ماموران آموزش و پرورش، ماموران بسیج که میان براشون سخنرانی کنن، اینها همه نشانه این هستش که جامعه مدنی ایران یک بخش بسیار بزرگ از اون جامعه فعال شده و وارد اعتراضات شده و به این جنبش پیوسته. و اگر این اعتراضات دانش آموزان ادامه پیدا بکنه، قطعاً میتونه شکل بسیار گسترده تری به اعتراضات اخیر یا جنبش اخیر در ایران بده. خانم باقرشاد، با اکثر کارشناسا که در طی این روزها صحبت کردیم، همه معتقد هستند که پرچمدار این اعتراضات زنان هستند. زنانی که چه در خیابون شعار میدن، چه روسری های خودشون رو میسوزونن، و چه الان دانش آموزان دختری که همونجور که خودتون گفتین عکس ها رو پاره میکنن و به آتش میکشن عکس بنیانگذار جمهوری اسلامی یا رهبر جمهوری اسلامی رو. فهم کنین که چقدر این جنبش این بار متفاوت هست از این بود با اعتراضات گذشته؟ باز هم در ادامه همون مطالب پررنگ بودن مطالبات زنان هست تفاوتش، شاید یکی از تفاوتهاش، به این معنا که باز هم اگر ببینیم این دانش آموزان دختر هستند که قدم‌های بیشتری و بهتر بگیم قدم‌های مترقی و پیشرو رو برداشتن. البته دانش آموزان پسر هم حضور داشتن در این اعتراضات، اما این اعتراضات بیشترشون از مدارس دخترانه شکل گرفته و این داره نشون میده مسئله مهم تبعیض جنسیتی، ستم جنسیتی، خشونت علیه زنان در جامعه ایران در اعتراضات اخیر بسیار بسیار جدی هست و محل پیوند همه گروه ها شده در این اعتراضات. البته این رو هم اجازه بدید اشاره بکنم، باز حضور این دانش آموزان دختر به نظر من داره اون خصلت قوی زنانه بودن این جنبش رو به رخ اون مرد سالاری به شدت قدرتمندی میکشه که رژیم در این سالها در جامعه نهادینه کرده. ما میبینیم در مقابل این جنبش دانش آموزی سربازان کودکی رو در خیابان، پسران نوجوانی که اونها رو جمهوری اسلامی به عنوان ارتش یا حالا سربازان خودش داره به کار میگیره که در این اعتراضات مردم رو سرکوب بکنن، که دقیقا اون یک کاری هستش که خلاف مقررات یا حالا خلاف کنوانسیون حقوق کودک هست. در مقابل اون ما داریم دانش آموزان دختر رو میبینیم که
بدون اینکه کسی اونها رو تهیج کرده باشه، خودشون به صورت خودجوش بدون اینکه کسی اونها رو به کار گرفته باشه در راستای یک ایدئولوژی، خودشون بله. در راستای آگاه سازی در زمینه مطالبات زنان به این جنبش میپیوندن. ممنون از توضیحات شما زهرا باقری‌شاد، روزنامه‌نگار و پژوهشگر مسائل زنان از استکهلم. اما بگم که تصاویر جدیدی هم رسیده از گوهردشت، یزد و تیزهوشان تهران که دانش آموزان دوباره بیرون اومدن و اعتراض میکنن به وضعیت موجود. اینم عکس امام نامهربان. برای پسرم توضیح دادم که این مرد یه دیکتاتور بوده، یک دروغگو بوده. به امید آزادی ایران، به امید آزادی ایران. با سلام، فکر کنید که فرزندتون رو بفرستید مدرسه تا درس انسانیت و آزادگی یاد بگیره، اما اول کتابش عکس یک قاتل باشه. من بر جمهوری اسلامی در خبری که دقایقی پیش منتشر شد، بر اساس گزارش‌ها امیرعماد میرمیرانی، فعال در زمینه آی‌تی و تکنولوژی که در توییتر با نام جادی شناخته می‌شود، بازداشت شده. جادی سال گذشته برنده جایزه ترویج علم ایران شده. یکی از اعضای خانوادگی میرمیرانی در اینستاگرامش نوشته امروز ساعت 2 زنگ در را زدند و گفتند که نشتی علمک گاز داریم. وقتی رفتیم دم در بهمون حمله کردند با زور و ارعاب و تهدید و شوکر و اسلحه وارد شدن بدون نشون دادن حکم ورود به منزل یا حکم بازداشت. جادی رو با خودشون
بردن. خبرهای فوری رو میتونید در توییتر ایران اینترنشنال دنبال بکنید و اگر به اینترنت دسترسی ندارین از همین طریق از طریق تلویزیون ایران اینترنشنال با شما همراه خواهیم بود. امروز در وبیناری تحت عنوان حقوق بشر در ایران، سرکوب خشونت‌آمیز زنان و معترضان، جمعی از سخنرانان ایرانی و خارجی به بررسی تحولات اخیر ایران در خصوص خیزش جهانی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی و سرکوب معترضان پرداختند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، از سخنرانان اصلی این جلسه خواستار تحقیق بی‌طرفانه در مورد مرگ مهسا امینی شد. من بایستی مراتب تسلیت و همدردی خودم رو به خانواده مهسا امینی اعلام بکنم و بقیه قربانیان این سرکوبی که همچنان ادامه داره. من محکوم میکنم شدیداً مرگ و کشته شدن مهسا امینی رو به دلیل اینکه ایشون حجابش رو درست بر سر نکرده بوده، در حالی که همه به نوعی از زیر بار مسئولیت فرار میکنند. تمام شواهد موجود من جمله شهادت خانواده مهسا امینی به طور مشخص، بیانیه پدرش و همینطور گزارشاتی که از منابع پزشکی به دست ما رسیده، همه نشان دهنده وجود خشونت داشته. میخوام دوباره بگم تمام چیزهایی که دیده شده توسط کمیته حقوق بشر، نقل قول میکنم از نظر کلی، در شرایط غیر طبیعیشون نگهداری شده در بازداشت و تمام اینها میتونه فقط مشخص بشه اگر که تحقیقات درستی اتفاق بیفته. من میخوام از مقامات ایرانی که یک روند تحقیقات بی‌طرفی رو در ارتباط با کشته شدن مهسا امینی انجام بدن و تمام نتایج رو منتشر بکنن و هر آن کسی که به نوعی دخیل بوده رو در مقام پاسخگویی قرار بدن. استفاده کردن از خشونت برای اینکه حجاب اجباری رو اعمال بکنن، این خلاف حقوق بشر و عزت انسانی هست. همزمان با سومین هفته از خیزش جهانی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، گروهی از استادان دانشگاه تهران در نشستی اضطراری با حضور رئیس این دانشگاه دیدگاه‌های خود درباره اعتراض‌های گسترده در کشور را مطرح کردند. تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران بخش‌هایی از دیدگاه‌های حاضران در این جلسه را که با حضور بعضی اعضای هیئت علمی این دانشگاه از جمله محمد جواد ظریف، ابراهیم متقی، غلامعلی حداد عادل، محمد تقی آزاد ارمکی، لعیا جنیدی و صادق زیبا کلام برگزار شده منتشر کرده. از یک طرف و دوم اینکه مردمی داریم که در برابر حرف نادرست مقاومت میکنند، این بزرگترین عامل بازدارنده. از من اشتباه میریم اگر فکر کنیم که میتوانیم مردم رو نادیده بگیریم. تصور این که مردم رو بتوان با خشونت حفظ کرد، تصوری که خداوند به پیغمبر میفرماد تو هم نمیتونستی. جرم بزرگی ملت ایران مرتکب شده و اون استقلال طلبیه. جامعه ما به سرعت به سمت دو قطبی شدن پیش میره. یه عده حزب اللهی محض، یه عده 100% مخالف اونا. من چیزی که مهم میدونم رواج گفتمان عقلانی و استفاده از گفتمان عقلانی توسط متدینین و موافقان انقلاب. ما یه نظامی داریم که هیچ نهاد مستقلی نمیخواد، نه دانشگاه مستقل میخواد، نه مجلس مستقل میخواد، نه شورای نگهبان مستقل میخواد، نه مجلس خبرگان مستقل میخواد، نه مجلس تشخیص مصلحت نظام مستقل میخواد. هیچ نهاد مستقلی نمیخواهد. اینو به نظر من باید در حقیقت اینو باید یه شکلی سامان دادین. سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه، میگوید جمهوری اسلامی هیچ راهی غیر از خیزش برای مردم ایران باقی نگذاشته. آن در حقیقت اون چیزی که ما شاهدش بودیم که اینه که در خیلی از کارهای تحقیقی توسط خیلی از دانشگاهیان تمام این حرفایی که در این جلسه گفته شده به اشکال مختلف گفته شده، نوشته شده، چاپ شده، ولی اون چیزی که عمل شده کاملا در واقع در خلاف جهت بوده و اون کاری بوده که اونا خواستن بکنن، یعنی با زور حکومت بکنن و به مردم از بالای چیزها رو تحمیل بکنن. و امروز که شاهد شورش عمومی زنان و دختران جوان و همه جامعه هستن، خب اگر امروز هم به نظر من به این نتیجه برسن، باز هم میشه گفتش که مثبت شاید.
هرچند که ممکنه خیلی دیر باشه. مردم در واقع در 25-30 سال گذشته هر راه حلی که میتونسته وجود داشته باشه رو مردم رفتن طرفش، یعنی زمانی که فکر میکردن که از راه رای دادن میتونن این حکومت رو اصلاح بکنن، وضعیت رو بهبود ببخشن، رفتن به طور وسیع رای دادن، تظاهرات کردن، سازمانهای مدنی درست کردن، یعنی همه اون کارهایی که یک جامعه متمدن با هوشمندی و خردمندی میتونسته انجام بده مردم ما انجام دادن. ولی تمام راه‌ها در واقع برای تغییر بسته شده. در حرف آقای زیبا کلام هم این هست، یعنی همه راه‌های تغییر بسته شده. ما در یک جامعه بدون افق و در بن‌بست هستیم و این زورگویام ادامه پیدا میکنه، بی تدبیری ها و در واقع ناکارایی ها ادامه پیدا میکنه، فساد ادامه پیدا میکنه. جامعه راهی جز شورش دیگه امروز در مقابلش نیست و حکومت هم در حقیقت هیچ منفذی برای تنفس جامعه نمیذاره و همین باعث میشه که ما با یک جامعه طغیانی سر و کار داشته باشیم که برای بیرون اومدن از بن‌بست به طور مشروع سعی میکنه که در حقیقت تظاهرات بکنه، اعتراض بکنه و دنبال راه حلی بگرده برای تغییر اوضاعی که غیر قابل تحمل شده. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی نوشته اقتصاد فلج ایران به اعتراضاتی که علیه حجاب اجباری آغاز شده دامن میزنه. در این گزارش اومده مثلث آزادی‌های زنان، دسترسی به تکنولوژی و فقر هیزم اعتراضات اخیر هستند. این گزارش بر اساس آمارهای رسمی ایران نوشته امروز بیش از یک سوم جمعیت ایران در فقر زندگی میکنند، در حالی که این رقم در سال 2015 حدود یک پنجم جمعیت بود. این گزارش همچنین به این موضوع اشاره داره که طبقه متوسط در ایران که زمانی 60% جمعیت رو تشکیل میداد اکنون کمتر از نیمی از جمعیت ایران رو شامل میشه. وال استریت جورنال به موضوع اقتصاد رانتی در ایران هم اشاره کرده و به نقل از صاحبان کسب و کار در تهران نوشته اقتصاد ایران در چنگ گروه‌های همراه با حکومت، از صندوق‌های بازنشستگی تا نهادهای مذهبی و شرکت‌های تحت مالکیت سپاه پاسداران و جایی برای تنفس بخش خصوصی باقی نمونده. ابراز همدلی شخصیت‌های سیاسی و هنری و ورزشی جهان با خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی ادامه داره. جولیت بینوش، بازیگر سرشناس سینمای فرانسه، با حمایت از معترضان ایرانی و به ویژه زنان در ویدیویی در حساب اینستاگرامش موهای خودش رو قیچی کرد. شماری دیگر از هنرمندان فرانسوی هم با این اقدام جولیت بینوش همراهی کردند. For freedom. از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا خاک این همکارم اشکان صفایی از سنای فرانسه همراه ما شده. اشکان، امروز در اروپا ما شاهد بودیم که بسیاری از اعتراضات در ایران حمایت کردند. در پارلمان اروپا شاهد بودیم که یک نماینده موهای خودش رو زد و امروز هم در سنای فرانسه جلسه‌ای بود درباره ایران. بیشتر از تو بشنویم چه گذشت در این جلسه.
درسته، جلسه سنای فرانسه همین حدوداً 5 دقیقه پیش بود که تموم شد. 13 نفر از سناتورها صحبت کردند به علاوه وزیر خارجه فرانسه که در آخر بود. سناتورها به موضوعات مختلفی اشاره کردند. چند نفر از اونها خواهان تحریم جمهوری اسلامی شدند، هرچند که یکی از سناتورها در واقع اومد و مخالفت کرد، گفت که اصولاً تحریم‌های آمریکا بوده که جامعه مدنی رو در ایران تضعیف کرده. یکی از سناتورها در واقع گفت که ما آدم‌های منافقی هستیم، چرا که وقتی که روسیه به اوکراین حمله کرد فوراً روسیه رو تحریم کردیم، ولی الان 3 هفته گذشته و هنوز در برابر جمهوری اسلامی هیچ کاری نکردیم. یکی دیگه از نماینده‌ها مکرون رو یک آدم فرصت طلب توصیف کرد و ازش هم ایراد گرفت، گفت که چرا رفته و با رئیسی توی نیویورک صحبت کرده، اما تمام تمرکزش در حالی که اعتراضات در ایران شروع شده بود فقط به موضوع برنامه اتمی ایران بود. چند نفریشون گفتن که رژیم ایران هیچ حد و مرزی در سرکوب نمیشناسه. 2 نفرشون تاکید کردن که اعتراضات الان با اعتراضات سالهای 96 و 98 متفاوته. یکی گفت که این اعتراضات فقط به حجاب اجباری نیست، بلکه در واقع معترضان علیه کلیت حکومت جمهوری اسلامی اشاره می‌کنند. یکی از نمایندگان به خبر اختصاصی ایران اینترنشنال اشاره کرد و در واقع انتشار عکس اسکن مغز مهسا امینی و گفت که این در واقع این خبر نشون داد که در واقع او چرا کشته شده. یکی دیگر از نمایندگان در یک اقدام نمادین میشه گفت که هم بخشی از ترانه برایه رو ترجمهش رو به زبان فرانسه خوند و در پایان سخنرانیش هم 30 ثانیه آخر این ترانه رو از روی تلفنش پخش کرد. در نهایت وزیر خارجه فرانسه اومد صحبت کرد، گفت که فرانسه در واقع از همون 19 سپتامبر اقدامات حکومت ایران رو محکوم کرده و خواسته که حق اعتراض رو جمهوری اسلامی به رسمیت بشناسه و دوباره حرفهای دیروزش رو وزیر خارجه فرانسه تکرار کرد که در واقع فرانسه به دنبال این هست که از طریق اتحادیه اروپا اموال مقاماتی که در سرکوبس نقش دارند رو در واقع فریز بکنه و برای اونها ممنوعیت ورود به کشورهای اروپایی هم در واقع قائل بشه. ممنون از توضیحات تو همکارم اشکان صفایی از سنای فرانسه. در خبری که دقایق پیش منتشر شد، بر اساس سند رسیده به ایران اینترنشنال، شهرداری تهران در نامه خطاب به آرامستان خرم‌آباد علت مرگ نیکا شاکرمی را صدمات متعدد ناشی از اصابت جسم سخت عنوان کرده. خبر دیگر هم منتشر شده، بر اساس گزارش‌ها امیر عباد میرمیرانی، فعال در زمینه آی‌تی و تکنولوژی که در توییتر با نام جادی شناخته میشه، بازداشت شده. جادی سال گذشته برنده جایزه ترویج علم ایران شده بود. ممنون که با پوشش ویژه خبری ایران اینترنشنال از اعتراضات سراسری در ایران همراه ما بودید. بعد از برنامه‌های اقتصادیمون، خبرهای اقتصادیمون برمیگردیم، با پوشش ویژه همراه شما خواهیم بود. وقت خوش.